بوکلایت کتاب گرگ والستریت اثر جوردن بلفورد استراتژی فروش جوردن بلفورد دلالی که ثروت هنگفتش را یک شبه از دست داد با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه یک دلال سهام آمریکایی از طریق فروش سهام کم ارزش به ثروتی باور نکردنی رسید سال 1998 بود سر و صدای رقص و پایکوبی از خانه لوکس واقع در لانگایلند آیلند جزیره در انتهای شرقی شهر نیویورک به گوش می رسید. بوی سیگار و الکل در همه جای آن امارت پرزرق و برق پیچیده شده بود و هم همه رقص مهمانان چون ناقوس کلیسا در همه جا تنی نفکنده بود. زنان و مردان مست از عیاشی و خوشگذرانی آنچنان سرگرم زیافت مجللشان بودند که گویی فردایی وجود نداشت. در آن شلوغی ناگهان صدای آژیر خودروی پلیس سکوتی عمیق در میان جمعیت ایجاد کرد نیروهای پلیس فدرال وارد خانه شدند و مستقیما به سمت میزبان خانه رفتند میزبان کسی نبود جز جردن بلفورد که تا آن روز یکی از برجسته ترین دلالان وال استریت بود پلیس ها در حالی که به دستای او دستبند میزدند او را از میان جمعیت مست به سمت اتومبیل هدایت کردند این سرانجام آن امپراتوری عظیمی بود که بلفورت برای خود برپا کرده بود. بلفورت به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد و مهمانان بدون هیچ واکنشی به رفتن او خیره شدند. بله، زمان غروب امپراتوری بلفورت رسیده بود. جردن بلفورت در یک خانواده معمولی متولد شده بود و هیچ سابقه دانشگاهی در امور مالی نداشت. با این حال او در مدتی کوتاه توانست به چنان موفقیتی دست پیدا کند که تبدیل به گرگ والستریت شود این لقبی بود که رقیبانش به او داده بودند بلفورد اعتقاد داشت که تمام معاملات شبیه هم هستند و قادر به فروش هر چیزی است جردن با تفکر و اعتماد به نفسی که در امر فروش داشت توانست در سن یک سالگی عنوان یک میلیونر جوان را از آن خود کند با این وجود دوران پادشاهی بلفورت در وال استریت دوام چندانی نداشت و او در سن 36 سالگی دستگیر شد. داستان زندگی جردن بلفورد چیزی بیشتر از یک قصه و روایت است. این زندگی نامه شرح تفاوت طرز فکر افراد در تجارت را به تصویر می کشد. بلفورد در مدت زمانی که در زندان بود با تشویق یکی از همبندانش تصمیم گرفت که زندگی نامه خود را به قلم بیاورد. در حالی که او مشغول نوشتن سرگذشتش بود آشوبی که در بیرون ایجاد کرده بود هنوز به قوت خود باقی بود بعد از نوشتن کتاب چندین ناشر برای چاپ آن به رقابت پرداختند و حتی هالیوود علاقه خود را برای تبدیل کتابش به فیلم نشان داد در نهایت فیلم گرگ وال استریت با بازی لئوناردو دیکاپریو ساخته شد این فیلم با کارگردانی مارتین اسکورسیزی با هزینه 100 میلیون دلار ساخته شد و با فروش بی سابقه اش سودی بالغ بر 292 میلیون دلار به دست آورد. در این خلاصه کتاب داستان زندگی دلالی را خواهید خواند که توانست خود را از نقطه صفر به قله موفقیت برساند. او زمانی گفته بود من در فروش سیستمی را ایجاد کردم که باعث درخشیدن خود و دیگر افراد شده بودم. اما سیستم من چیزی کم داشت که به اعتبار بدون شرافت ثروت و قدرت بدون مدیریت ختم شد. تمامی اینها باعث شد که کاخ موفقیت هایم یک شبه ویران شود. این خلاصه کتاب از استراتژی ها و اشتباهات بلفورد پرده برمی دارد تا با مطالعه آن بتوانیم به دیدگاه متفاوتی از تجارت برسیم. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. یک. چرا بلفورد از دانشگاه دندانپزشکی انصراف داد؟ دو. چگونه بلفورد توانست از طریق فروش سهام کم ارزش به ثروت برسد و سه چرا بلفورد بعد از 22 ماه حبس مورد اف قرار گرفت بوکلیت شماره یک بلفورد اولین کار حرفیش را با فروش خرچنگ های منجمد آغاز کرد پدر و مادر بلفورد هر دو حسابدار بودند و او به واسطه یه شغل والدینش از همان کودکی خیلی خوب با مفهوم پول آشنا شده بود. پدر بلفورد مردی الکلی بود که در هنگام مستی کنترل خودش را از دست میداد. از نظر بلفورد کوچک پدرش دیوانه ای بیش نبود و این باعث عدم امنیت او در زمان طفولیتش شده بود. مادر بلفورد هرچند زنی مستقل و آرمانگرا بود اما شخصیت مستبد و خود رعی داشت. او از همان زمانی که بلفورد به دنیا آمد آرزو داشت که روزی او را در لباس پزشکی ببیند. در مدرسه هم اوزا چندان با به میل بلفورد نبود. قد او نسبت به همسن و سالهایش کوتاهتر بود و چهره جذابی هم نداشت. همین کافی بود که او در مدرسه اسباب تمسخر و تفریح همکلاسی هایش شود زخمی که تمسخر و تحقیر در کودکی روی قلبش گذاشته بود باعث شد که او تنها راه نجات را در پول بیشتر و ثروتمند شدن بداند بلفورت از کودکی استعداد عجیبی برای فروش داشت برای او کسب درآمد و پولسازی مثل قطعه کیکی بود که به راحتی با برشی ساده میتوانست آن را به دهان ببرد. او اولین کار تجاریش را با پارو کردن برف خانه ها در زمستان آغاز کرد و در تابستان نیز دست از تلاش بر نداشت. او با فروش یخ در هوای گرم تابستانی توانست مهارت فروش را در همان سنین پایین تجربه کند. چندی بعد با پسنداز خود توانست هزینه تحصیل خود را بپردازد. این اولین قدم بلفورت در راه استقلال مالی بود. بعد از پایان تحصیلات پاگه او به درخواست و اصرار مادرش تصمیم گرفت که در رشته دندان پزشکی ثبت نام کند. با این حال در اولین سخنرانی دانشگاه که به مناسبت بازگشایی و خوشامدگویی آمدگویی برپا شده بود او همه امیدش را از دست داد. سخنران با اطمینان گفت که دوران طلایی دندان پزشکی به سر آمده و اگر فقط برای درآمدزایی وارد این رشته شده اید بهتر است همین حالا انصراف دهید. سخنران اعتقاد داشت تنها کسانی قادر به تحمل سختی های این رشته هستند که انگیزه بالاتر از پول داشته باشند. بلفورد با شنیدن آن جملات همانجا تصمیمش را گرفت که دانشگاه را ترک کند. بعد از آن او شروع به فروش خانه به خانه خرچنگ های منجمد شده کرد. شوقی که او برای درآمدزایی داشت باعث شد که به سرعت کسب و کار کوچک خود را گسترش داده و شرکتی برای خود تأسیس کند. اما دیری نگذشت که او در پرداخت هزینه های شرکت دچار مشکل شد و در آستانه 25 سالگی اولین ورشکستگیش را تجربه کرد. بلفورد چندی بعد با کمک یکی از دوستانش به عنوان فروشنده تلفنی در وال استریت مشغول به کار شد. سمتی که او در اختیار داشت بسیار پایین بود و این موضوع با توجه به اینکه او تحصیلات مرتبطی نداشت دور از ذهن هم نبود. در نهایت بلفورد پس از شش ماه کار سخت توانست به عنوان یک کارگزار رسمی در وال استریت کار خود را آغاز کند او ثمره تلاش بیوقفه و اشتیاق سوزانش برای یادگیری را به خوبی دریافت کرد در آن زمان بلفورد به خوبی احساس می کرد که به تدریج در حال رسیدن به رؤیاهایش است با این حال رؤیای بلفورد در دوشنبه سیاه از هم پاشید در 19 اکتبر 1987 شاخص داو جونز در یک روز 22 ممیز 6 درصد سقوط کرد. این بزرگترین سقوط یک روزه شاخص در تاریخ بازار سهام آمریکا بود. بوکلیت شماره 2 چگونه بلفورد در عرض سه دقیقه توانست 12.5 میلیون دلار سود کند؟ شرکت تازه تأسیسی که بلفورد در آن کار میکرد درست یک ماه بعد از دوشنبه سیاه سقوط کرد و یک بار دیگر آرزوی بلفورد جوان برای ثروتمند شدن با شکست مواجه شد. با این حال رؤیای میلیونر شدن هرگز از ذهن جردن پاک نشد و او را برای یافتن شغل دیگر مصمم کرد. چندی بعد بلفورد در یک کارگزاری بورس به عنوان کارگزار فروش سهام پنی، یا پنی استاکس مشغول به کار شد. سهام پنی شامل سهام شرکت‌های ورشکست شده و گمنام است که ارزشی معادل یک دلار و یا کمتر دارد. این سهام ارزش چندانی نداشته و اغلب توسط قشر کم درآمد مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع هیچ فرد ثروتمندی سرمایه خود را با خرید سهام پنی از دست نمی‌دهد. یکی از قوانین فروش سهام پنی این است که نباید قشر کم درآمد را برای خرید این گونه سهام ها ترغیب کرد. با این حال، بلفورد این قانون را زیر پا گذاشت و همه تمرکزش را برای فروش سهام پنی آن هم به هر قیمتی به کار گرفت. زمانی که بلفورد کار خود را شروع کرد، حق کمیسیون فروش سهام پنی 50 درصد قیمت هر سهم بود. این یعنی بلفورت می با فروش هر سهم پنی نصف قیمت فروخته شده را به عنوان کارمز دریافت کند. او تشنه پول بود و میخواست هر طور که شده با زیر پا گذاشتن قوانین راه صد ساله را یک شبه طی کند. بلفورت با همین ترفند توانست در یک روز و در عرض دو دقیقه مکالمه تلفنی دو دلار حق کمیسیون دریافت کند. او نه تنها به سراغ افراد کم درآمد میرفت بلکه ارزش سهام های را بیش از چیزی که بود به مشتریانش نشان میداد. او به همکاران خود این نوید را میداد که تا زمانی که جرأت و جسارتش را دارند می توانند به رؤیای ثروتمند شدنشان برسند. هرچند دلالان و کارگزاران بورس باید همواره نفع مشتریان خود را در نظر بگیرند اما در وال استریت اوضاع به گونه دیگر است کارگزاران در هنگام صحبت با مشتریان همانند فرشته یا آسمانی خود را پاک و معصوم نشان میدادند اما بعد از اینکه گوشی را بر زمین می گذاشتند شیطان درونشان آشکار میشد پس از موفقیت بلفورد در آن شرکت او تصمیم گرفت که شرکت مستقل خود را راه اندازی کند در شرکت مستقل بلفورد قانونگذار اصلی تنها خود او بود و قوانین خودش را هم داشت روش بلفورد برای فروش سهام پنی ابتدا منحرف کردن ذهن مشتری با یک تعمه خوب بود. آنها ابتدا سهام شرکتی معتبر که دارای قیمتی مناسب بود را به عنوان تعمه به مشتری پیشنهاد می دادند. بعد از اینکه آنها اعتماد مشتری را به دست می آوردند، شروع به فروش سهام بی ارزش می کردند. آنها کارشان را خوب بلد بودند چون وقتی با خطر کاهش شدید سهام روبرو می شدند به سرعت سهام را می‌فروختند. و مشتریان ساده را با ضررهایشان تنها میگذاشتند بعد از مدتی بلفورد تصمیم گرفت که توجه خود را از افراد کم درآمد به افراد مرفه و ثروتمند متمرکز کند در آن زمان بلفورد بیش از هزار کارمند داشت و مجموع ارزش سهام شرکت از مرز یک میلیارد دلار بالاتر رفته بود بلفور طرحش را عملی کرد و در یک مکالمه سه دقیقه توانست دوازده میلیون دلار از فروش سهام به دست بیاورد. این رکورد جدیدی بود که در دهه 1990 بیشتر به معجزه شباهت داشت. مجله فوربز بلفورت را نسخه جدید از رابین هود لقب داد شخصی که ثروت را از دست افراد میلیونر تصاحب کرده و به شرکت های ورشکسته سرازیر می کند. اما متاسفانه او و کارمندانش آنقدر در پول غرق شده بودند که توانایی کنترل و مدیریت آن را از دست دادند. درآمد آنها صرف مصرف مواد مخدر، عیاشی و لذت‌های جنسی میشد و ثمرگی دیگری نداشت. با این حال، بلفورت لقب خدای پول را گرفته بود و خیلیها آرزوی جایگاه او را داشتند. متاسفانه کسی خبر نداشت که این شروع فروپاشی و سقوط فرمان روایی بلفورت در وال استریت بود. بوکلیت شماره 3 مشکوک شدن اف به ثروت دور از ذهن بلفورد بلفورد با خانه های مجلل و زنان زیبایی که در کنارش داشت تبدیل به بوتی شده بود که دیگران سبک زندگیش را پرستش میکردند. با این وجود سرعتی که بلفورت از راه کلاهبرداری و فریب اندوخته بود او را هر لحظه به دره ای که جهنم در عمقش خانه داشت نزدیکتر میکرد او در کسب و کارش آنقدر رشد کرده بود که توانسته بود به صورت میانگین در هر هفته شست هزار دلار از طریق فروش سهام به دست بیاورد او خانه مجلل اتومبیلی اسپورت و حتی یک هلیکوپتر شخصی برای خود خریده بود رشد سریع ثروت بلفورت و سبک بریز و بپاشی که به آن خو گرفته بود در نهایت باعث جلب توجه مقامات اف بی آی شد. حقاهای بلفورت در شرف برملا شدن بود و از نگاه تیزبین مقامات امنیتی دور نماند. کمیسیون اوراق بهادار آمریکا بازرسان خود را برای تحقیق و بررسی وضعیت شرکت کارگزاری بلفورت به آنجا اعزام کرد. در آن زمان تمامی مشتریان بلفورت را اقشار پردرآمد تشکیل میدادند و آنها قانون فروش سهام به کم درآمدها را زیر پا نگذاشته بودند این موضوع باعث شد که بازرسان نتوانند اقدامی برای متوقف کردن فعالیت های شرکت بلفورت انجام دهند آنها در نهایت بابت خطاهای جزئی بلفورت را به 100 هزار دلار جریمه محکوم کرده و دست از تحقیقات بیشتر برداشتند این جریمه برای بلفورد آنقدر ناچیز بود که حتی لحظه ای فکرش را درگیر نکرد. در عوض او مهمانی های مجلل خود را از سر گرفت و مجددا به بریز و به پاش خود ادامه داد. بلفورد در مورد ثروتمندان آمریکایی به دو نکته پی برده بود که پایه و اساس سیستم فروشش را تشکیل میداد. یک او فهمید که یک درصد از امریکایی های ثروتمند هرچند در ظاهر محتاط و منطقی به نظر می‌رسد، اما در باطن قماربازانی ناامید هستند که به امید سود بیشتر دست به ریسک میزنند. این دست از ثروتمندان نمی توانند دست از قمار بردارند و تصور می کنند که با انجام ریسک های کوچک می توانند بزرگ کسب کنند. دو. بلفورد به این نکته پی برد که مردان و زنان جوانی که در رابطه جنسی و تمایلات شهوانی دیوانوار و بدون کنترل عمل می کنند می توانند تبدیل به نخبگان فروش در والستریت شوند. او آن مردان و زنان را استخدام می کرد و شیوه فریب دادن مشتریان ثروتمندش را به آنها آموزش میداد. زمانی که کارمندان جدید شرکت با مشتریان صحبت می کردند، آنقدر در کار خود مهارت داشتند که به راحتی اعتماد را در دل مشتریانشان ایجاد می کردند. آنها نه پیشینی تحصیلات مالی داشتند و نه آدم حسابی بودند. تنها طریقه اقوا مشتری را زیرکانه آموخته بودند و آن را به کار می گرفتند. این دو نظریه شیادانه که توسط بلفورد تراحی شد با باورهای رایج در حوزه بورس کاملا در تزاد بود اما بلفورد و کارمندانش کار خودشان را میکردند بر اساس باور رایج در کارگزاری ها متقاعد کردن سرمایه نیاز به افراد حرفه‌ای و متخصصی دارد که در حوزه خود کاملا تخصصی رفتار کنند با این حال بلفورد این باور فراگیر را زیر سوال برد و آجر به آجر سلطنتش را در وال بنا کرد برفورد به خوبی فهمیده بود که افراد ثروتمند در شرایطی خاص بیش از قشر فقیر و کم درآمد دچار وسوسه و هرس و آز می شوند. آنها توانسته بودند خیلی راحت و در مدت کوتاهی سرمایه ثروتمندان را به سمت شرکتشان سرازیر کنند. اگر در آن میان سرمایه گذارها متضرر می شدند به آنها القا می کردند که اشتباه از جانب خودشان بوده است. آنها ادعا می‌کردند کردند که شکست در هر سرمایه گذاری وجود دارد و دوباره برخواستن و شروع مجدد رمز موفقیت افراد است. همچنان که بلفورت به تجارت شیادانش ادامه میداد، گریگوری کلمن، معمور ویژه اف به او و فعالیت های کارمندانش چشم دوخته بود. کلمن تحقیقات خود را آرام شروع کرد و مدام بلفورت را با پرسش های خود گیج می کرد. بنابراین بلفورت تصمیم گرفت قبل از اینکه دیر شود اولین قدم را بردارد. او از پاتریشیا همه همسر دوم خود خواست تا حسابی را در سوئیس باز کند. بلفورد قصد داشت بخشی از پول خود را مخفیانه در حساب پاتریشیا بریزد تا بیش از این مشکلی برایش ایجاد نشود. پاتریشیا در ابتدا تلاش زیادی کرد که او را از این کار من کند اما با وجود اصرار بلفورد تسلیم خواستش شد. با این کارت بلفورد خود را وارد دردسر بزرگی کرد که پایان خوشی برایش نداشت. کلمن در حوزه پولشویی متخصص بود او مقامات بانک سوئیس را برای ارائه اطلاعات حساب پاتریشیا تحت فشار قرار داد و در نهایت پی به راز بلفورت برد در نهایت در سال 1999 بلفورت به جرم تقلب در اوراق بهادار و پولشویی دستگیر شد او محکوم به پرداخت خسارت 200 میلیون دلاری به مشتریانش شد و تمام دارایی‌هایش را از دست داد به دنبال این اتفاق چندی نگذشت که همسرش نیز از او جدا شد. بوکلیت شماره چهار رفتار خوب بلفورد در زندان باعث بخشش او شد. از آغاز فعالیت تجاری بلفورد تا سقوط و به زندان رفتنش ده سال طول کشید. برای بلفورد این ده سال همانند رویای شیرین بود که ناگهان با کابوسی او را بیدار کرده بود. بلفورد به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به سی سال حبس محکوم شد و علاوه بر این میبایست خسارت مشتریانش را نیز پرداخت میکرد با این حال بلفورد باز هم تسلیم نشد و تصمیم گرفت که حرکتی برای تغییر سرنوشتش انجام دهد او با FBI همکاری کرد و اطلاعاتی را در خصوص همدستانش داد پلیس از طریق اطلاعات بلفورد توانست چندین پرونده کلاهبرداری را کشف کند و این قدم مثبت خوبی بود کمک های بلفورت از نگاه FBI نادیده گرفته نشد و در نتیجه حکم او را به چهار سال حبس تغییر دادند. ماندن بلفورت در زندان تلنگوری برای شروع دوبارش بود. او با تشویق یکی از همبندانش تصمیم گرفت که زندگی نامه خود را به قلم بیاورد و این کار را هم کرد. همبند او کمدیانی بود که به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بود. او وقتی داستان زندگی بلفورت را شنید مصرانه از او خواست که داستانش را بنویسد او مطمئن بود که چنین داستانی ارزش به اشتراک گذاشتن را خواهد داشت پیشبینی آن مرد کمدین درست از آب درآمد بلفورد نام کتاب را گرگ وال استریت نامید بر از مدتی به خاطر رفتارهای خوب بلفورد در زندان او مرد عفو قرار گرفت و بعد از 22 ماه از زندان آزاد شد آزادی از زندان شروعی جدید برای بلفورد بود چندین ناشر از او خواستند که کتابش را چاپ کنند که اتفاق بسیار خوشیومنی برای بلفورد بود او توانست دو میلیون دلار از فروش اولین کتابش به دست بیاورد اما این پایان کار او نبود چندی بعد از روی زندگی نامه او فیلمی ساخته شد و او موفق به دریافت یک میلیون دلار از سهم فروش فیلم شد بعد از این موفقیت او سمینارهای بسیاری در خصوص اصول تجارت و کسب و کار برگزار کرد که با استقبال فراوانی روبرو شد. او همواره از شرکت کنندگان سمینارها و کارگاههایش هایش می که به جای نقض قوانین همواره از اشتباهات او درس بگیرند. درآمدی که در حال حاضر از این راه آید بلفورت می شود قابل مقایسه با گذشته نیست اما او هرگز خود را بار دیگر دچار دردسر نخواهد کرد. بلفورد مبلغی که بابت حق و تعلیف از فروش کتابش به دست میآورد را به کسانی که در گذشته آنها را متضرر کرده میپردازد او در حال حاضر با همسر سومش در آپارتمان سخابه در هومی نیویورک زندگی می کند. در حال حاضر او نه خانه مجلل دارد و نه اتومبیل گران قیمتی. اما چیزی که او بیش از هر زمان دیگری در اختیار دارد آرامش محض است. بوکلایت شماره پنج سیستم خط مستقیم فروش بلفورد هرچند سیستمی که بلفورد را در تجارت خود موفق ساخت بر اساس صداقت نبود اما در این بین از نکته مهم قافل شده بود او موفقیت خود را مدیون هنر متقاعدسازی بود اما این سیستم فاقد بنیانی محکم بود که قفلت از آن باعث فروپاشی امپراتوریش در والستریت شد بلفورد تصمیم گرفت با اصلاح اشتباهاتی که در سیستم فروشش وجود داشت به یک استراتژی فروش بر پایه صداقت و اعتماد برسد در نهایت او موفق به این کار شد و نام استراتژی فروش خود را استراتژی خط مستقیم یا استریت لاین استراتژی نامید او استراتژی های فروش خود را در کتابی به نام شیوه گرگ یا وی آف the ولف منتشر کرد و سیستم ابداعی خود را با تمام دنیا به اشتراک گذاشت در ادامه به توضیح گزیده ای از برترین نکات آموزنده در کتاب شیوه گرگ نوشته جردن بلفورت می پردازیم. بلفورت همواره در سخنرانی های خود بر سه اصل اساسی تاکید می کند. این سه اصل عبارتند از محصول، شخصیت شما و اعتماد مشتریان به شرکت. به عقیده او مشتری باید در هر کدام از این موارد نمراتی بین صفر تا ده به شما دهد اگر مشتری نمره ده را به کیفیت محصول و دیگر ویژگی های شرکتتان داد قطعا برنده میدان خواهید بود در غیر این صورت همه هایتان با شکست مواجه خواهد شد وظیفه فروشندگان این است که همواره مشتری را روی خط مستقیم نگه داشته و آنها را در امتداد دو نقطه صفر تا ده به سمت جلو حرکت دهند چرا که هر گونه انحراف از این خط باعث انصراف آنها از خرید خواهد شد بنابراین تمرکز بر روی این سه ویژگی میتواند کلید ماندن مشتری روی خط مستقیم فروش باشد مهمترین نکته این است که محصول یا خدمات شما باید از هر نظر بدون نقص بوده و بتواند رضایت مشتریتان را به دست بیاورد هرچقدر در این مرحله وسواس و دقت بیشتری به خرج دهید خروجی کار مشتریانتان را خرسندتر خواهد کرد محصول شما باید به گونه ای طراحی شده باشد که مشتری با خرید آن بتواند تغییر چشمگیر و ملموس در زندگیش ایجاد کند. حتی اگر خدماتی خاص را به مشتریانتان ارائه می دهید، کیفیت خدمات نیز باید به همین صورت باشد. محصول یا خدمات شما باید در میان رقبایتان از تفاوتی فاحش برخوردار باشد تا خریداران شما را به شرکت های دیگر ترجیح دهند. اگر کیفیت محصول را بر اساس عدد صفر تا ده در نظر بگیریم زمانی که نمره مشتری به محصول شما ده ارزیابی شود آن وقت است که به هدفتان رسیده اید. ویژگی دوم به شخصیت و رفتار شما بستگی دارد. گاهی اوقات ممکن است مشتری نسبت به محصول یا خدمات شما اطمینان داشته باشد اما از شخصیت شما و نوع رفتارتان دلزده شود. باید بدانید که نوع رفتار شما در مقابل مشتری می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند فروش داشته باشد. اگر بتوانید اعتماد و صداقت خود را در حین ارتباط با مشتری به اون نشان دهید، نیمه راه را رفته اید. ویژگی سوم اطمینان مشتری از اعتبار و شهرت شرکت و محصولتان است. اگر مشتری جدیدی دارید لازم است که روند اعتماد سازی را با صبوری در پیش گیرید. جذب مشتریان جدید نیاز به بردباری و صرف زمان زیادی دارد. مشتری باید اطمینان حاصل کند که محصول شرکت شما به کیفیت همان چیزی است که ادعا می کنید. مشتریان شما از دو طریق می توانند به این درجه از اعتماد برسند. از طریق منطق و احساس. مشتریانی که بر اساس منطق تصمیم گیری می کنند بر روی توضیحات شما در مورد چگونگی کیفیت محصول دقت فراوانی دارند. آنها توضیحات شما را با توجه به ویژگی های محصول مقایسه کرده و در نهایت دست به انتخاب می زنند. در این مورد شما باید با نهایت صداقت به شرح ویژگی های از محصولتان بپردازید که با واقعیت تطابق داشته باشد. با این حال همچنان که روی دلیل و منطق خرید محصول تأکید می کنید از احساسات مشتریانتان نیز غافل نشوید. اکثر افراد هر چقدر هم منطقی باشند اما در نهایت از روی احساس تصمیم گیری می کنند. آنها افقهای دوردست را در نظر گرفته و دوست دارند با خرید محصول شما آیندهی بهتر در انتظارشان باشد. از همین رو لازم است که علاوه بر منطق و روی احساسات مشتریانتان هم متمرکز شوید. بوکلایت شماره 6 چهار ثانیه طلای فروش را از دست ندهید. بلفورد معتقد است هر فروشنده تنها چهار ثانیه زمان دارد که در اولین تماس یا اولین برخورد تأثیر خود را بر روی مشتری بگذارد برای رسیدن به چنین هدفی قبل از هر چیزی مشتری باید به شما اعتماد کامل پیدا کند شاید از خود بپرسید که چگونه در عرض چهار ثانیه میتوان چنین اعتمادی را به وجود آورد مهمترین ویژگی تخصص شما در حوزه مورد نظرتان است هیچ فردی دوست ندارد که با یک فرد مبتدی وارد معامله شود. مشتری باید مطمئن شود که در حوزه خودتان متخصص و کاربلد هستید و می توانید به هر گونه سؤالی پاسخ مناسب دهید. علاوه بر تخصص مشتری باید شور و اشتیاق را در لحن صدایتان احساس کند. وقتی با مشتری در مورد محصولتان صحبت می کنید، او باید به این اطمینان برسد که با خرید محصولتان آینده درخشان در انتظارش است. البته همانطور که قبلا توضیح داده ایم حرف شما با واقعیت محصولتان باید تطابق داشته و بر اساس فریبکاری و قلوب نباشد چه به صورت حضوری و چه تلفنی شروع اشتیاقتان را از آینده ای که در پیش روی مشتری است به او نشان دهید وقتی در مورد محصولتان اطمینان کافی ندارید مشتری خیلی زود در همان چهار ثانیه اول متوجه تردیدتان خواهد شد یک فروشنده خوب از نظر مشتری دارای چهار ویژگی است. یک فروشنده حرفه‌ای وقت مشتری را با توضیحات اضافی و های خسته کننده طرف نمی کند. او سریع به سراغ اصل موضوع رفته و با ارائه اطلاعاتی دقیق و کامل هیچ سوالی برای مشتری باقی نمیگذارد. دو فروشنده نیاز مشتری را به خوبی درک کرده و چیزی که ارائه می دهد مشکلات مشتری را برطرف خواهد کرد. در این مورد شناختن نیاز مشتری می کمک زیادی به ایجاد حس اطمینان در او کند. برای اینکه بتوانید نیازهای مشتریانتان را به خوبی شناسایی کنید لازم است که از او سوالاتی بپرسید اما یادتان باشد که این سوالات نباید به صورتی باشد که او احساس کند تحت بازجویی قرار گرفته است سوالات خود را ابتدا با کسب اجازه مطرح کنید تا مشتری احساس خوبی داشته باشد از او راجع به محل زندگی، وضعیت تعهل، نوع شغل و وضعیت مالیش بپرسید. با طرح این سوالات می توانید نیاز مشتری را با توجه به شرایطی که دارد بررسی کرده و سپس وارد معامله شوید. سه فروشنده باید همیشه راه حل های خوبی برای حل مشکل مشتریانش داشته باشد. اگر مرحله قبل که شناسایی نیاز مشتری است را به خوبی طی کرده باشید در این مرحله می توانید با توجه به نیاز مشتری خدمات یا محصولی که مناسب اوست را ارائه دهید. و چهار مشتری باید به این نتیجه برسد که با معامله کردن میتواند در آینده سود زیادی به دست بیاورد همانطور که توضیح دادیم علاوه بر منطق باید روی احساسات مشتریانتان نیز تسلط داشته باشید مشتری از شما انتظار دارد که او را به آینده مطمئن کرده و واقعیات را همان گونه که هست برایش روشن کنید بوکلایت شماره هفت مراقب کلماتی که به زبان میآورید باشید یکی از تکنیک های مهم بلفورت در سیستم فروش استفاده از لحن کلام مناسب است. هرچند کارمندان او بدون سواد دانشگاهی و پیشینه مالی بودند اما به خوبی می توانستند برای مشتریانشان تأثیر بگذارند. بقیده بلفورت لحن کلام یک فروشنده خوب باید به گونه‌ای باشد که بتواند بیشترین تأثیر را در همان دقایق ابتدایی روی مشتری بگذارد. او از یک استراتژی قدرتمند استفاده می کرد که به عقیده او می توانست هر شخصی را وادار به خرید کند. بلفورد در عین حال به این نتیجه رسید که استفاده از این استراتژی باید کاملا بر اساس صداقت باشد و در جهت منافع شخصی به کار گرفته نشود. در غیر این صورت همان پایان تلخی که در زندگی کاری بلفورد شاهدش بودیم برای شما نیز اتفاق خواهد افتاد. استراتژی جادوی بلفورد ویژگی های بارزی دارد که به شرح زیر است. یک اطمینان اگر به کیفیت محصول خود اطمینان کاملی داشته باشید می توانید اعتماد و قاطعیت خود را با لحن کلامتان به مشتری نیز منتقل کنید. دو نیت راستین نیت درست و شروع اشتیاق شما در خلال کلماتی که به زبان می آورید، به راحتی به مشتری انتقال پیدا کرده و او به شما و محصولتان ایمان خواهد آورد. سه منطق در مورد شرح ویژگی های محصولتان با دقت عمل کنید. از هیچ گونه جزئیاتی غافل نشوید و آن را بر اساس نیاز مشتریتان عنوان کنید. چهار اهمیت دادن به مشتری. مشتری باید به این اطمینان برسد که آرامش و رشد شخصی او برای شما بسیار اهمیت دارد. اگر محصولی را به او عرضه می کنید، باید او را خاطر جمع کنید که خرید آن تغییری بزرگ در زندگیش ایجاد می کند. پنج رازالوده بودن کلمات روی برخی از کلمات کلیدی و مهمی که ویژگی محصولتان را توصیف می کند کمی مکس کنید. وقتی روی برخی کلمات توقف می کنید توجه مشتری را به سمت آن ویژگی کلیدی جلب خواهید کرد. شش نادر بودن مشتری باید به این نتیجه برسد که محصول شما محدود است و او در جای دیگری نمیتواند نمونه آن را بیابد تاکید بر روی این نکته میتواند میل او را برای خرید از شما افزایش دهد هفت بی توجهی به بخش سوددهی مشتریان شما نیاز به اعتماد دارند آنها میخواهند محصول را بدون توجه به منفعت شخصیتان خریداری کنند در گفتگو مدام بر روی قیمت محصول تأکید نکرده و در عوض به جنبه های مثبت و نتایج روشن خرید اشاره کنید. 8. پاشنه یا شیل مشتری را هدف قرار دهید. اگر مشتری و نیازهایش را به درستی شناسایی کرده باشید، با دست گذاشتن روی نقطه حساس او می تیر آخر را با موفقیت به هدف بزنید. هر فردی با توجه به نیازهایی که در زندگی احساس می کند، دست به خرید می‌زند. با تشخیص درست این نیازها می توانید محصولی مناسب به فراخور شرایط مشتریتان در اختیارش قرار دهید. نه زبان بدن در هنگام فروش حضوری توجه به زبان بدن اهمیتی کلیدی دارد. حالت آرام و وضعیت مثبت شما نشان می دهد که چقدر در امر فروش تسلط دارید. در این حال پوشیدن لباس مناسب و ظاهر آراستی شما نیز می تواند در برخورد اول باعث جلب رضایت و اعتماد مشتری شود. با این وجود حتی در هنگام فروش تلفنی نیز توجه به زبان بدن بسیار مهم است همواره در وضعیتی آرام با مشتری صحبت کنید تا آرامش خود را از این طریق به مشتریتان نیز انتقال دهید و ده همه چیز را از قبل بنویسید آنچه را که می خواهید به زبان بیاورید ابتدا روی ورق کاغذی بنویسید نوشتن جملات باعث می شود که از موضوع صحبت منحرف نشده و هیچ چیزی را از قلم نیندازید. حتی در هنگام قرار ملاقات حضوری نیز لازم است که همواره یادداشتی مقابل خود داشته باشید با در نظر گرفتن این موارد شما به چمدان فروشی مجهز خواهید شد که هر آنچه که نیاز دارید را در اختیارتان قرار خواهد داد بوکلیت شماره 8 انواع مشتری ها را بشناسید شناسایی مشتری یکی از مهمترین ابزارهایی است که باید در چمدان فروشتان اضافه کنید. همه مشتری ها شبیه به هم نیستند. بعضی از مشتری که نام آنها را مشتری نما میگذاریم تنها تظاهر به خرید می کنند. اما در واقعیت اصلا به دنبال خرید نیستند. در مقابل عده‌ای از مشتریان واقعا به دنبال خرید محصول شما هستند. این موضوع را از پیگیری و سماجت آنها در خصوص ویژگی های محصولتان به خوبی شناسایی خواهید کرد. با این حال مشتریان واقعی نیز انواع خود را دارند. ادهی از آنها هرچند خواهان شنیدن اطلاعات محصولتان هستند اما در نهایت به سادگی زیر بار امید و وعده های خوشبینانه شما نمی روند. این دسته از مشتریان خبره با تحقیقات خودشان در نهایت به خرید رضایت داده و اصرار شما نمیتواند آنها را متقاعد به خرید کند بنابراین قبل از شروع صحبت شناسایی مشتریان و طبقه بندی آنها بسیار اهمیت دارد در امر فروش باید ابتدا ببینید که با چه نوع خریداری روبرو هستید این کار زمان شما را بیهوده طرف نکرده و باعث می شود که انرژی خود را بر روی مشتری واقعی متمرکز کنید بعد از شناسایی مشتری واقعی از او بپرسید که واقعا به دنبال چیست و هدف از خرید را از زبان خودش بشنوید در مرحله بعدی نوبت شماست که اطلاعات دقیقی را در اختیارش قرار دهید توضیحات شما باید آنقدر واضح و دقیق باشد که مشتریتان مجددا از شما سوال نپرسد لازم است که لحن خود را آرام و شمرده انتخاب کنید تا این آرامش را به مشتریتان هم منتقل کنید همچنین هرگز بیش از اندازه صحبت نکنید و جانب تعادل را حفظ کنید هیچ کس از یک فروشنده حراف که تصادفی کلماتش را انتخاب می کند خوشش نمی آید بنابراین توجه به گزیدگویی در این مرحله اهمیت فراوانی دارد یک فروشنده حرفه‌ای میان صحبت مشتریش نمی پرد و خیلی خوب می داند که کجا و چگونه صحبتش را آغاز کند با تمام این حرفها همیشه انتظار برهم خوردن معامله را داشته باشید از آنجا که افراد تحت تأثیر احساسات خود هستند ممکن است در دقایق آخر از خرید انصراف دهند به همین دلیل لازم است که با پیش بینی این وضعیت گزینه‌ای برای رویارویی روی با پاسخ منفی مشتری داشته باشید قبل از هر چیز با شنیدن اولین پاسخ منفی مشتری امید خود را از دست ندهید زیرا می توانید او را مجددا روی خط مستقیم فروش قرار دهید برای مشتریتان مجددا از مزایای خرید صحبت کنید و مکالماتی که در گذشته با او داشته اید را برایش یادآوری کنید. سعی کنید مجددا منطق او را درگیر فرگند خرید کنید و در این حال از احساسات او نیز غافل نشوید. بقیده بلفورد نگه داشتن مشتری روی خط مستقیم فروش یعنی بتوانید روی تمامی روندهای متقاعدسازی او کنترل داشته باشید. لازمه این کار این است که قبل از هر چیز به خود و کیفیت محصولی که ارائه می کنید اطمینان کافی داشته باشید و چیزی را ارائه دهید که خود به آن ایمان دارید شما به بوکلیت بوکاپو از کتاب گورگ والستریت نوشته جوردن بلفورت گوش کردید بلفورت از همان کودکی استعداد خود را در مهارت فروش به خوبی نشان داد از آنجا که مادر و پدر او هر دو حسابدار بودند او از همان سنین کم اهمیت پول و تأثیر آن را در زندگیش درک کرد از آنجا که بلفورد ظاهر خوبی نداشت در مدرسه همیشه توسط همکراسی هایش مورد تمسخر قرار می گرفت و این موضوع را مصمم ساخت تا با میلیونر شدن توجه دیگران را به سوی خود جلب کند او با فروش یخ در ساحل پارو زدن برف خانه ها و کمی بعد فروش خرچنگ های منجمد قدم در مسیر رویاهایش گذاشت با وجود اشتیاق مادرش برای شغل دندانپزشکی او پس از شنیدن اولین سخنرانی افتتاحی دانشگاه از دانشگاه انصراف داد و وارد وال استریت شد پس از بحران مالی سال 1987 ولفورت امید خود را از دست نداد و کار خود را در زمینه سهام پنی آغاز کرد او در آن کار متوجه شد که از طریق سیستم متقاعدسازی می تواند علاوه بر قشر کم درآمد نظر افراد ثروتمند را هم برای خرید سهام های کم ارزش جلب کند موفقیت او در فروش سهام های پنی باعث باور او به سیستمی شد که برای فروش سهام ابداع کرده بود پس از مدتی او شرکت خودش را تأسیس کرد و با استخدام زنان و مردان جوان مسیر متفاوتی را پیش گرفت او و کارمندانش تنها به منافع شخصی خود توجه داشتند و از طریق کلاهبرداری توانستند ثروت کلانی را آید خود کنند. بر از مدتی ثروتی که بلفورد به هم بود باعث توجه اف شد و در نهایت به زندان افتاد. با این حال بلفورد در زندان به فکر افتاد که با نوشتن تجربیاتش راه درست فروش و تجارت را به دیگر افراد نشان دهد. او تغییراتی را در سیستم فروشش ایجاد کرد و از طریق آن توانست توجه بسیاری را به سمت خود جلب کند. سیستمی که در حال حاضر بلفورد بر آن تاکید دارد، اهمیت دادن به کیفیت محصول و در نظر گرفتن منافع مشتری است. هرچند او در حال حاضر درآمد گذشته را ندارد اما از آرامشی برخوردار است که آن را با هیچ سود میلیون دلاری عوض نخواهد کرد. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت اثری از جرمی میلر در سال 1956 میلادی وارن بافت سرمایه گذار مشهور آمریکایی شرکت سرمایه گذاری خود را تأسیس کرد و از آن زمان تا سال 1970 نامه را به شریکانش نوشت او در این نامه ها, تحلیل ها، نظرات و پیش هایش را به نگارش در می آورد. جرومی میلر به سراغ این نامه ها که مملو از آموزه های ارزشمند وارن بافت است رفته و به کمک آنها کتاب اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت را نوشته و منتشر کرده است در این کتاب آموزه ها و های سرمایه گذاری موفق یافت می شود که هر سرمایه گذار تازه کار و حتی با تجربه ای به آنها نیاز دارد